اسلام آنتونی شمس بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر که در لس آنجلس زندگی میکنه. او ظرف سالهای گذشته در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی بازی کرده. از جمله فیلم کوتاه وست بنک استوری که در سال 2005 موفق به دریافت جایزه اسکار شد. May I take your order? Let's see here. Let me have a settlement must be crushed kebab platter and death by chocolate suicide bomber cream pie for dessert. اما اسلام از جمله هنرمندان پرکار استنداپ کمدی و یا طنز ایستاده در آمریکاست که به زبانهای فارسی و انگلیسی برنامه اجرا میکنه. از او خواستم تا به مناسبت نوروز قطعه کوتاهی رو برای بیننده های شباهنگ اجرا کنه. این شما و این هم اسلام آنتونی شمس. با درود به یکایی که شما هموطنان گرامی در اقصی نقاط دنیا در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی، بهار نو و زندگی نو، میخواستم از این موقعیت استفاده کنم و تبریک و تهنیتی بگم به یکایی که شما به مناسبت فرارسیدن نوروز و بهترین عیدی به همه ما ایرانی ها داده شد از طرف آقای اصغر فرهادی. مجسمه اسکار چیز راحتی نیست به دست آوردنش. به همین دلیل تبریک صمیمانه‌ای دارم برای ایشون و دوستانشون برای مجسمه اسکار طلایی زیبا. کار استندآپ کمدی من مشاهدات روزانه است و صحبت کردن در موردش. از اونجایی که 33 سال من در آمریکا هستم و هر سال می‌بینم که چه وعد و وعیدایی از اپوزیسیون‌ها به هموطنانی که امیدوارن بتونن به ایران بازگردن داده میشه و این وعده‌ها عمل نمیشه و مخربه برای مغز دوستانی که میخوان برگردن، یک بهره طویل کوتاهی براتون اجرا میکنم که امیدوارم مورد پسندتون باشه. عید میاد و نوروز میاد، باهاش حاجی فیروز میاد، رسانه ها از همه رقم وعده میدن پشت سر هم، گوینده جلوی دوربین دروغ میگه به اون و این، سال دیگه پای هفت‌سین توی وطن میشینیم همچین، همه میدن وعده فردا، پیام میدن اپوزیسیون ها. فکر میکنم این همه سال چندین بار شدیم الکی خوشحال، همه میدن وعده فردا، پیام میدن اپوزیسیون ها، از تیوی و از رادیو، از تصویر و از آدیو. فکر میکنم این همه سال چندین بار شدیم الکی خوشحال. Here's an example. برای مثال، بله هموطنان گرامی، سال نو شمسی را به یکایک شما و فرار رسیدن آن را به خانواده شما تبریک و تهنیت میگوییم از دفتر رهبری که هیچ کس نمیدونه کجاست. هموطنان گرامی، دست به دست یکدیگر داده متحد شوید، به ایران عزیزمان بازگردید. کشور عزیزمان را از این رژیم پس گرفته و ما در چارچوب دموکراسی و آزادی سخن در آمریکا، اروپا و خاور دور ناظر بر اعمال شما خواهیم بود و وقتی که شما انقلابی کردید و خونی ریختید و اوضاع امن و امان برای خانواده ما بود، ما با اطمینان به وطن باز میگردیم. To which I have to say زرشک. حرف مفته و تکس نداره، وقاحتم حدی داره. وقتی نباشه اتحاد، حرفای چرت مثل باد گفته میشن از این و آن. به شماها هموطنان، باز کنید گوشاتون و کار بندازین عقلاتون و به خاک وطن سال دیگر بر نمیگردیم ما، مگر حرفاتشون عمل باشه و الا مثل کشک تو آشه. Peace.